توی این ویدیو میخوام در باید تجربه یکی از دوستان صحبت بکنیم که چند سال توی ترکیه دارن زندگی میکنن. میخوام ببینیم ترکیه چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره و به کسی پیشنهاد میکنن که به ترکیه مهاجرت بکنید یا نه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید که این صحبت ها رو بشنوید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. همراه آقا میاد هستیم، یکی از دوستان عزیزم توی ترکیه. میخوایم ازش بپرسیم که ترکیه رو به چه صورت میبینه، مثلا خوبه، دوست داره مثلا اینجا رو، پیشنهاد میکنه کسی به اینجا مهاجرت بکنه یا نه. یه سلام علیکم دوستان، اگه خواسته داشته باشید. سلام، خسته نباشید، امیدوارم که هر جایی که هستید و ما رو تماشا میکنید روزگار رو ایام به کامتون باشه و امیدوارم که قبل از اینکه بخواید تصمیم بگیرید برای مهاجرت حتما این ویدیوها رو نگاه بکنید. آقا میاد، اولین سوالم اینه که چند سال ترکیه هستید؟ من از سال 2014 دقیقاً می، آره یک می، چون یک 2014 خیلی سال میشه، 9 سال 10 سالی میشه بکنم. 2014 آره دیگه، قبل از می بود، یعنی اوایل می بود اومدم که با تولدم چیز شد، یعنی وقتی که اومدم 26 روز بعدش 26 می تولدم بود و سال 2014 اومدم ترکیه. اون موقعی ما اومدیم ترکیه، آره من کلا حالا این 2014 اینا رو چیزشو نشون میدیم که بعضیا میگن ما خیلی هستیم ولی رفتن اومدن خیلی هستن. درست. اون موقع که ما اومدیم یعنی باور نمیشه اینجا هیچ کس زیاد نبود. یعنی الان من خیلی میگم شما اومدین مهاجرت میکنین، خیلی نسل جدیدی که مهاجرت میکنن خیلی بهتره. هم اینجا مثلا الان اینفلوئنسرها هستن، همین که مثلا شما چند تا کانال هست که ببینی. موقعی که من مهاجرت کردم فقط کانال تلگرام بود، وبسایت بود، دقیقا. یه بیا تو ترکیه بود، یه وبسایتی بود بیا تو ترکیه، یادش بخیر، یه دونم تلگرام بود، یه خانومی شروع میکرد مثلا درباره جایی که میرفت و اینا رو میذاشت. و خب تازه اونم 2014 نبودن، اونا مثلا بعدش اومدن، 2015-2016 اومدن. 2014 تو ترکیه هیچی نبود، تکسیم اصلا کسی توش نبود، بیشتر اروپایی ها بودن، یه کوچه ایرانی ها بود تو آکسارای، اونجا مرکز ایرانی ها بود و صرافا معمولا اونجا بودن. و سال 2014 شما پول که میزدن به حسابت زنگ میزدی مستقیم به ایران، گفتی به این حساب پول بزن، اونا پول میزدن، شما میرفتید دست صرافا میگرفتید زیر پول اکسارا، چون اگه دست صرافا نمیگرفتی فرداش صرافا یونان بود. شما دست صرافا میگرفتید بعد دوباره زنگ میزدی، اون به شما میگفت مثلا وایبر و واتساپ و اینا اصلا خیلی کم، اصلا کار زیاد نمیداد تو ایران، اصلا مشکل بود. برنامه اگه یادت باشه لاین بود اون موقع، لاین و اسکایپ و وایبر و اینا بود. و بعد صرافه زنگ میزد ایران میگه آقا برو موجودی حسابو چک کن، یا اینجا خط گرفته بودن زنگ میزدن موجودی حساب درسته، آخرین واریزی مثلا فلانیه. بعد صراف اینجا مثلا به ما لیر میداد چیز میداد، به اینقدر سخت بود. الان شما زنگ میزنی صراف پول تاک تو حسابت، همه چی ترکیه دیگه. آره بعد اصلا مثلا اینجا حساب باز میکردی سال 2014، من یادم 2014 من رفتم حساب باز کنم، ماهی 10 لیر خیلی پول بود، 10 لیر اون موقع دلار بود 1.5، یعنی هر 1 دلار 1.5 لیر بود. 100 دلار که ما میدادیم 100 و یه فکر کنم 20 لیر اینطوری به من پول میدادن. بعد اون موقع که مثلا چیز بود، بانک ها که میرفتی حساب باز میکردی بانک ماهی 10 لیر از حسابت کم میکرد. نه بخاطر اینکه پول نگه داره. آره بخاطر اینکه پول نگه داره. مثلا بانک ها اینطوری نبودن که بیان میگن آقا بیا حساب برات باز کنیم بیا. الان ما باز نمیکنن، الان خیلی شرایط آره باز کردن سخت شده، ولی من یادمه مثلا رفتم بانک حساب باز کنم، بعد به من گفتن آقا ما 10 لیر ازت برمی‌داریم. گفتم باشه. بعد من یه روز مثلا یه حساب باز کردم 100 لیر گذاشتم توش، دو ماه بعد دم 80 لیر شده، 100 لیرمون 80 لیر شده، برداشتم
بعد بانک به من میگه بیا آقا برات کردیت کارت باز میکنم. آقا همینطوری دلیل از ما داریم برمیداریم و اینطوریه. یعنی الان ارتباطات انقدر راحت شده که مهاجرت خب خیلی راحته. یعنی اون موقع که من خیلی زود مهاجرت کردم. من یکی از نسلایی بودم که به قول معروف میگن آوانگارد بودیم تو نسل خودمون. من 19 سالگی 20 سالگی از 18-19 سالگی شروع کردم به کشور مختلف رفتن و دیدن و اینکه حالا مهاجرت کردم و دست بر قضا که حالا داستانش خیلی این طولانیه. حالا بعدا نمارم اونا سا. آره ولی اومدم تو ترکیه. تو ترکیه موندگار شدم دلست. و مهاجرت چیزیه که شما باید مثلا اولا با همه خودشون تست کنن. اینکه ما مثلا به این نفر بگیم آقا خوبه یا بده اصلا نمیتونیم بسنیم. چون من اینجا که اومدم خب خیلی از دوستام رفتن آمریکا، یه سری دوست دارم تو کانادا، تو آمریکا، تو استرالیا، نه اکثر جای دنیا من مثلا افرادی هستن که با هم کانکت شدیم تو همه استانبول هم دیگر پیدا کردیم. خب مثلا یه دوستی داشتم رفت آمریکا، از آمریکا برگشت، پناهنده بود رفت آمریکا، از آمریکا برگشت اینجا، اینجا زندگیشو شروع کرد. یکی دیگه رفت کانادا، کانادا مون زندگی کرد. یه نفر اینجا ما دوستی داشتیم دکترا اینجا، یعنی رفته بود 6 سال 7 سال عمرشو گذاشت اینجا مدرک دکتراشو گرفت. بعد که مدرک دکتراشو گرفت رفت کانادا. کانادا هم نرفت همون پزشکی درسی که دوستاش ادامه داد، نه رفت فروشندگی. ولی خب خیلی راحته. یعنی این چیزیه که شما باید احساسش بکنی. اما مهاجرت اولین چیزی که داره، من یه مدت برای سازمان ملل مترجم میکردم، اولین چیزی که داره اینه که افسردگی مهاجرته که کسایی که مثلا با بچه و اینا میان خب این توشون خیلی نمود پیدا میکنه. چون شما اینجا ناخودآگاه همه چی رو از دست میدی. یعنی اینجا شرکت های بزرگ من دیدم، مثلا هولدینگ های بزرگ ایران، گلرنگ، ایران خودرو، افرادی که اونجا کار میکردن اومدن اینجا، اومدن تو ترکیه سرمایه گذاری کنن، چیز کنن، اینجا مثلا مثل یه بچه کوچولو بودن. از صفر شروع میکنن دوباره. از صفر، یعنی از زیر صفر شروع میکنیم. میدونین چطوریه؟ مثلا الان شما 30 سالته، خب توی ایران 30 سال سابقه داری، یعنی یه به قول این ترکا یه گچمیشی داری شما به واسطه خانوادت. مگه اینکه تو ایران هیچکی نبوده مثلا از زیر به قول معروف چراغ برق یهو دینگ تو 30 سالگی اومده باشی بیرون. یعنی کسی که مهاجرت میکنه اینطوریه، انگار توی کشوری تازه متولد میشی تو سن 30 سالگی. و این هم خوبه هم بده. همین که شما مثلا یه سری چیزا رو تجربه کردی، یه سری چیزا رو تجربه نکردی، فرهنگا فرق میکنه. مثلا خب خیلی تفاوت فرهنگ هست اینجا. مثلا طرف احترام به بزرگتر، کوچیکتری، چیزایی که شما تو ایران استفاده میکنی، خیلی چیزایی کوچولو، مثلا دستشویی اینجا دستشویی واقعا مکافاته. بعد حالا ترکیه خوبه، اروپا مکافات ترین سرویس بهداشتی در دنیا به نظر من تو اروپاه. چون شما اصلا آداپته نیستی، ما شلنگ داشتیم تو دستشویش دو ساعت اصلا شما همه درد داره. یعنی یکی از دردهای بزرگه. بعد مثلا آدم ها میگن مثلا ما لاغر میشیم، لاغر نمیشن بند خدا، اینجا مشکل سرویس بهداشت پیدا میکنم. دومین چیزی که شما پیدا میکنی زبون، که خیلی مهمه، خیلی مهمه. من خودم اینجا مثلا یه کرالال بودم، یعنی اوایل اونا حرف میزنن من نفهم، الان من حرف میزنم اونا آره اونا نمیفهم، اون مشکل خود اونا حرف میزنن من میفهمم، ولی من حرف میزنم اونا نمیفهم، اون دیگه مشکل اوناست. ولی در کل کلن مهاجرت خب این پروسه سختیه. چند تا تشبیه هست براش. خب من این مثلا گفتم مثلا به بچه هایی که از اینجا میخوان، خیلی ها میان اینجا، از اینجا قاچاق راحت میتونن برن اروپا، آمریکا. دیگه اونا تبریک نکنیم، خیلی راحت هم نیست. آره راحت هم نیست. من خودم از اونام که همه این راه ها رو رفتم. ما یه دوستی داشتیم مثلا فیمس حاجی، قاچاق رفت آمریکا، همه طولش هم فیلم گرفته. ولی در کل این میمونه که شما از پنجره به پری پایین. یعنی مهاجرت آسیب داره.
از پنجره بپری پایین هیچی نشه پاد مو بر میداره. بعضی ها هستن بدشانسن همچنکی میپرن قطع نخواه میشن، اینه یه پرش میمونه، واقعا هم اینه یه پرش میمونه که اگه ارتفاع 2 متری بپری و میلیاردها پول داشته باشی اینجا صفر میشی. یعنی من کسایی دیدم که طرف 1,000,000 دلار آورده بود اینجا، حالا اسمشون نمیارم، ولی تقریبا کار کرده بود تو ایران، انجام داده بود، حالا دوست نداشت، فقط تنها شانس که آورد خونهشون رو تو ایران نفروخته بودن، یعنی یه خونه و یه ماشین دیگه داشتن تو ایران، اون نفروخته بودن، اون به نام خانمش بود نفروخته بودن، آوردن اینجا و 1,000,000 دلار عین یه سرشیبی در عرض 2 سال اصلا ریخته شد و بنده خدا اینجا 50,000 دلار هم چیز شد، بدهکار شد، یعنی با بدهکاری رفت. و خب این چیزا پیش میاد، یعنی خب بی برنامگی بوده دیگه اونجا، دقیقا بلد نبوده چیکار بکنه، دقیقاً همین که برنامه‌ای نداشت، بی برنامگی، اینکه شما بیان. چون تو مهاجرت من خودم همین مشکل رو پیدا کردم، چند تا صحبت، چون بعضی وقتا هستن تو مهاجرت این که مثلا ایرانی ها حالا با همدیگه زیاد نمیجوشن، یکی از چیزاش اینه که شما یک کوچکترین اشتباهی یه چیزی به یه طرف میگین، طرف میره اون کار رو انجام میده و بعد حالا بعضی وقتا هست آدم میگه آقا پولم رفت، مثلا من به شما میگم آقا 1,000 دلار به من بده، من وطن تاشی ترکیه رو بهت میدم، تو میگه اوکی 1,000 دلار پول من رفت، ولی بعضی وقتا اون اشتباهه و اون مشاوره اشتباهی یه جوری تو رو میندازه تو هول ابطال که 100,000 دلار پولم بدی اصلا فایده نداره، هم زمانت میره، هم فکرت میره، هم همه چیت میره. مثلا من خب همینطور شد، اصلا مسیر زندگی من مثلا عوض شد که خب رفتم مشاوره و خب کسی هم نبود، مثلا الان واقعا نیست، مثلا یه شب بشینی 1,000 تا 10,000 تا مثلا کانالو ببینی. و بعد همینطوری ما تو این 10 ساله اومدیم شهر به شهر، من با ترکا کار کردم. یکی از چیزایی که تو مهاجرت همیشه من میگم اگر میخواین مهاجرت بکنید و کسب و کار را بندازید، اگر یه کشوری واقعا دوست دارید، مثل بیزینس همیشه هم میگم تو بیزینس، اگر واقعا به یک بیزینسی اعتقاد داری، به یک جای اعتقاد داری و میدونی باید سرمایه گذاری کنی و میدونی که تو این کار به اون چیزی که میخوای میرسی، باید نقشه رو بریزی، نقشه رو بکشی، نقشه رو بیزینس پلنت رو بچینی و بعد پیریزی. این خیلی مهمه. شما اگه میخوای یه ساختمون 100 طبقه بسازی، نمیتونی مثلا با 1 متر 2 متر کندن زمین پیشو محکم بکنی. اشتباهی که هست توی ایرانی ها اینطوری پیش میاد که میگن حالا بریم اونجا یه سر میگذاریم، بعد نصف میگیم چی میشه، مثلا ماشین حالا اینجا مثلا اونجا یه پراید 1 میلیارد، اینجا مثلا 206 میدن 1 میلیارد، من میام اینجا 206 رو میخرم، بعد با پول یه بنز اینجا یه خونه میخرم، بعد ببینم چی میشه چی نمیشه. بعد طرف میاد اینجا بعد میبینه چی میشه چی نمیشه، همه چیش فنا میره، همه چیش میره، بعد میبرنش تو وادی استانبول میگن شما بیا اینجا خونه بگیر. حالا این نمونه‌ای که گفتی من خودم شاهدش بودم، مثلا یه شرکت آمریکایی هست اینجا، یکی از دوستان من اقامتش روی ملکش بود، بعد 5 سالش داشت پر میشد، این بعد چند سال بالاخره میتونه درخواست، بعد 5 سال میتونه درخواست بده واسه شهروندی یا اقامت طولانی مدت، حالا اون بررسی بشه، معمولا 1-2 سال زمان میبره که میگه 7-8 ساله مثلا میدن. این تایمش داشت پر میشد، یعنی سال آخرش بود. بعد این راهنمایی غلط، البته راهنمایی غلط نبود، اون کلاهبرداری طرف بودش که حالا اسم شرکت نمیشه، طمع خودش بود و اون آخه دوستم بود، طرف با خانمش آشنا بود، به خاطر همین کلاهبرداری اون طرف باعث شدش که این دوستمون بیاد کل پولش بده به این شخص که مثلا این واسش کارش اوکی کنه بره آمریکا و خونهشو کلا فروخته، بکنم 130,000 دلار، نه 130,000 دلار پول داد به اون شخص، حالا خونهش فروخی مقدار پول هم جمع جور کرد، کل اون اقامتش اینا همه سوخت، دادش به این شخص که بره آمریکا. الان 2 سال هنوز نرفته، هنوز اینجاست،
قرار 3 ماهه بره. نمیرم. حالا در مورد ویزاهای آمریکا و اینا که کار کردم تو این شرکت ها میدونم چیه چجوری دارن یه خورده ترفنده میزنن. در مورد اینم یه ویدیو جداگونه ضبط کنم که ویزای EB3 چیه، EB2 چیه، یکی چیه، اون یکی چیه، که بدونید حداقل با یه سبک و شیوه میبرن جلو، مثلا با چه سبکی پولاتون رو میکشن ازتون. حالا اینا رو میگیم. این کارو کردش با کل زندگیش به باد رفت. بچه‌ام داشت زنم. بگم دقیقاً ببینید من یه چیزی به شما بگم. ما اون سالی که من اومده بودم ترکیه، ترکیه انو قانون این که شما شهروندی بتونی بگیری نذاشته بود. یعنی اینکه 250,000 دلار میدادی نذاشته بودن. مثلا یه سال قبل از یک دو سال قبل از کرونا این قضیه شروع شد که ترک ها این کار کردن. ولی در این خصوص که میگی، خب من اینجا کار من هم هنر خوندم، برنامه‌نویسی کامپیوتر، و توی کرونا من اینا رو تبدیلشون کردم به دیجیتال مارکتینگ. چون قبلش مثلا من کار میکردم برای فشن، برای شرکت های ترک، و تو کرونا دیگه همه چی تموم شد، من مجبور شدم به رو بیارم به مارکتینگ و بیزنس و اینا، و شروع کردم روی این کار کردن. و خب تو این کارم حالا اینور اونور هی برو کلاس اینطوری خود رو آپگرید کن، تا حالا به یه نقطه‌ای رسیدم که حالا اینجا هستم. و خب به خیلی از این شرکت‌ها هم مثلا مشاوره دادم. در کل شرکت‌های ویزا، اینکه حالا شما آقا بری اینجا به شما ویزا 100% میدن، فلان میدن، به ما میدن، یا به شما شهروندی میدن، پروسه شهروندی پروسه فوق العاده دوستان پروسه سختیه. شما شهروند میشین، ما اصلا من نمیفهمم چرا تو ایران اصلا اینو متوجه نیستن. تو ایران خود کشور ما که کسی نمیاد اونجا شهروندی هم بگیره، توریستی هم نداریم، چیزی هم نداریم، راحت شهروندی نمیده به همین افغانا که هم فارسی بلدن، هم اونجا اصلا طرف اومده 20 سال 30 سال زندگیشو گذاشته. پروسه شهروندی پروسه های خیلی سختیه، یعنی واقعا سخته. اقامت گرفتن خب راحته، ولی اقامت گرفتن نوعای مختلف داره. این انواعشو حالا تو این ویدیو هست، دقیقا هست، بعد ویدیوهای دیگه هست، کشورهای مختلف. یعنی اصلا شما فکر نکنید پول بدین به کسی، کسی میتونه بره براتون اقامت بگیره، اصلا این مدلی نیست. یعنی اصلا گول هیچ کدوم از اینا رو نخورین. اکثر کشورها توی وبسایتاشون همه راههایی که شما بتونی اقامت بگیری نوشتن. یعنی خواهش ازتون میکنم برین وبسایت های خود همون کشورها رو بنویسید، چت جی پی تی بپرسید آقا ویزای آمریکا، وبسایت رسمی اداره مهاجرت آمریکا، بهتون نشون میده. بعد تو این کشورها برای ایرانی ها، اکثر این کشور برای ایرانی ها شرایط مختلفی گذاشتن و خیلی وقتا ساده میگیرن این قضیه. این قضیه اصلا ساده نیست. بعد شما در هر کشوری که برید شهروند بشید، نشنالیتیتون همون ایران میخوره. یعنی فکر نکنید که الان پاسپورت مثلا ترکیه رو داری شق القمر کردین، نه، این برای بچه‌تون خوبه که وقتی به دنیا میان نشنالیتی ترکیه رو میگیره، ولی برای خودتون اصلا چیزی نیست. شما اگه 20 سالتونه 30 سالتونه همون نشنالیتی رو دارین. بعد یه چیز جالب، الان کسایی که پاسپورت ترکیه گرفتن میدونه، شما وقتی که اینجا پاسپورت میگیری تو هر کشوری میگن اسمتون رو عوض کنید، یعنی بهتر اسمتون رو عوض کنید، اسمای مثلا معروف یا مثلا فیمس، آره اونو مثلا. شما وقتی که اسمتون رو ترک میذارید، از این به بعد به هر کشوری بخواید برید باید اسم قبلیتون هم تازه ببرید. یعنی نه دیگه، اگه بخوان چیز کنن یه داستان دیگه هم دارن، باید برن کل اونا رو تغییر بدن. یا باید کل اون قبلی رو تغییر بدن. مثلا شما میاد و حالا فردا اگه بکنیدش نیهاد، یعنی من فردا بشم وطن تا چطور بکنمش اینا نیهاد، این نیهاد رو هر جای دنیا برم باید برم بگم آقا من همون میادم. یا اینکه دقیقاً، یا اینکه برم ایران بگم آقا این پاسپورت من. بعد سیستما انقدر چیز شده که واقعاً این پروسه هم آسان‌تره، یعنی رسیدگی به پرونده الان مثلا میزنی تو سیستم میاد اسکن میشه،
ولی این کار رو تا جایی که میشه پول ندید به کسی، اول خودتون تحقیقات بکنید و وکیل، کسایی که وکیلن، یعنی ببینید ما الان توی ایران هم همینه داریم، طرف میاد میگه من وکیلم، کانون وکلا باید ثبت شده باشه، اینا یه کارتایی دارن، توی ترکیه همینطوره، هر کسی اومد دونه شما گفت من وکیل پایه یکم پایه دوام یا من وکیل مهاجرتیم، بگو باشه اوکی داداش کارت وکالتتو برام بفرست، اینا همش قابل استعلامه، اینجا QR کد داره، خدا شاهده چشم بسته نرید تو دل اینا. حالا من اینو بگم در مورد وکالت هم گفتن خیلی نکته خوبی بگم، من تو ویدیو فکرم صحبت نکردم در مورد اینجور چیزا. توی قضیه وکالت اینجوریه که طرف اگه وکیل تو ایرانه، پای یک باشه، پای دو باشه، پای سه باشه، نه پای 18 چرخ باشه، هرچی میخواد باشه، اصلا اینجا هیچ هویتی تو ترکیه نداره، اینجا حق وکالت نداره، هیچ ایرانی هیچ خارجی حق وکیل شدن تو ترکیه رو نداره، مثل پلیس شدن. حالا شاید بعضی پلیس استثنا هم مثلا خارجی باشن، اونم به خاطر مثلا زبونش و ملیتش و دونستن مثلا فرهنگ اون کشور که من خیلی خارجی هست، شاید مثلا این پلیس خارجی بذارن. ببینید کسی که حالا اینجا وکیل بود فلان بود، کلا حرفشو باور نکنید، میان تو سایت واسه خودش میدن آقا وکیلم فلان همین حرفا، اون قضیه QR کد و اون برگه وکالتشون واقعا ببینید، تو ای دولتشون حتی همه چی مینویسن که طرف پست مقامش چیه، اون شرکتی که زده اصلا شرکت چیه، همه اینا میتونید بپرسید بگیرید بعد برید کارتو انجام بدید. اینجا وکیلا خیلی شیطان انجام میدن، میان واسه کوچیکترین پرونده کنم 1500 دلار اصلا میگیرن. وکیلای تو اولا این دلار میگیرن و اینا که دندوناتونو میشمارن، ما اگه خواستی یه قسمت با یه وکیلی صحبت میکنی، قیمتاشو یه وکیل تو تعرفه رو همه رو در میارین و یه دونه تو همون ساختمون خودمون صحبت کنیم. آره حالا منم یه وکیلی سراغ دارم، اینم همیشه تو تلویزیون اینا دو تاش میگیریم. پس دقیقاً با دو تاش میگیریم. بعد وکیلایی که اینجا هستن، چون من خودم مترجم پلیس بودم، مترجم برای چیزم بودم، مثلا مترجم چطوری میشه؟ مترجم میره میگه آقا من بلدم، یمین ترجمه داری. بعد قبلا اینطوری بود که 250 لیر میدادن به هر یک روزی که میومدی، الان شده 1200 لیر، این رقمه شده 1200 لیر به هر باری که بری. خب من مثلا به خاطر که خیلی مثلا مشکلات زیادی هم میدیدم از هموطنان، مثلا اعصابم نمیکشیده، بعد مثلا چیز بود گذاشتم کنار، اعصابش خورد میشه چون واقعا درد هموطنان رو میبینه. بعد یه وقتایی هست ببینید وکیلم نمیتونه برای شما کاری بکنه، وکیل چی کار میکنه؟ وکیل این کار میکنه که اگر شما خدایی نکرده زندان رفته باشید یا یه جایی رفته باشید، خب میره با قاضی با دادگاه صحبت میکنه، پرونده شما رو روال قانونیشو بره. ولی در کل توی ایران هم هست وکیلایی رو باید شما انتخاب بکنید، خب که یک واقعا وکالت دفتر وکالت هایی نداشته باشن، خب دو این که کانکشنشون بالا باشه، یعنی وکیلی باشم، وکیل خب آقا منظورش اینه که چیز وکالت ندی به کسی، آره به شخص عادی وکالت ندین، یکی این که دو این که تبصره ها رو بدونه تو قانون، بتونه برای شما یه راه حلی پیدا بکنه که راحت ترین راه رو بتونه برسونه داخل پرانتز ترک باشه، منظورش ترک باشه دقیقاً کانکشن رو چطوری پیدا میکنه؟ خب ترکا پیدا میکنه، یه نفر که خارجیه نمیتونه کانکشن پیدا بکنه. من الان مثلا هر اتفاقی برام میفته زنگ میزنم به اون دوستم که وکیله، اونم میگه میاد این کارو کن یا برو فلانجا گوشیه بده دست من باش حرف بزنم، و اون مثلا کارت وکالت داره. همه مترجما، حتی اونایی که میگن مترجم پلیسمون اینا، کارتای موقت دارن، یا کارت موقت دارن یا کارت چیزی دارن، یمین ترجمان دارن. بعد همه اینا یه QR کد داره، QR کدو که بزنین شما رو میفرسته به سایت اف دولت، یعنی یه زیر مجموعه از اف دولته که حالا اینا تو تصویر براشون حتما بذار. حتی کیملیک های دوستان هم اینجوری اصلا پلیس مثلا من خودم تو مترو نگه هم داره نمیاد بیاد اون شماره رو بزنه، QR کدو برمیگردونه نشون میده میره سایت توی سایتش، دقیقاً عکسو میبینه چیزو میبینه. و شما مثلا میتونید اینا رو چیز. بعد کانکشن وکیل هم خیلی مهمه، مثلا بعضی از وکیلای اینجا که انگلیسی حرف میزنن خیلی اینطورین، ناز دارن فلان دارن، نه یه وکیلی بریم پول یه مترجم بدید، اما یه وکیلی پیدا کنید خیلی ترک باشه و خیلی حاجی بازاری باشه، چون اینا میتونن زیر میزی 4 تا چیز بدن قال قضیه کنده بشه، مشکل حل بشه. وگرنه دوستان تبصره انقدر زیاده، قانون انقدر زیاده، اینجا همه میگن با پول میشه حل شه، نه اینطوری نیست،
چون رشوه دادن اینجا اینم بدونید رشوه دادن به مامور قانون جرمه. فکر نکنید یکی میگه پول میدیم به پلیس رد شین. من دوستی داشتم که پول داده به پلیس 3 ماه تو زندان رفته. حواستون باشه، یعنی اصلا اینا نیستا که اصلا شما فکر کنی آقا مثلا ترکیه، چون این باب شده همه میگن اینجا با پول میشه همه کاری که اردوغان هم میشه خرید. آقا بخر الان حتی فیلماشون هم نگاه کنید، تو فیلماشون هم حتی دارن نشون میدن تا یه جایی میتونن یه سری کارا بکنن، یه سری آدم ها رو مثلا بخرن یه کاری بکنن. ببین آدمشون رو پیدا بکنی دقیقا به بعد طرف اصلا بهش بر میخوره توهین حساب میکنه و واقعا پیگیر پدرشون رو نمیره. دقیقا بعد آدمش رو پیدا بکنی، آدم دونستن رو پیدا، یعنی آدمی که بتونه اون کار رو انجام بده. چون اصلا اینطوری هم نیست که شما میگی آقا من حالا پول دادم مثلا 10,000 لیر میدیم به یارو حل بشه. و اینم بهتون بگم، من یکی بود یه شرکتی بود اینجا براشون کار تبلیغاتی اینا میکردم، یه روزی دیدم آقا شهر به من گفت مثلا شهرداری اومد اینجا ما 1,000 لیر بهش دادیم شهرداری رفت. گفتم چرا این کارو کردی؟ تو همه چی داری؟ مثلا مجوز داری، چیز داری، جواز داری؟ گفت آخه اینا چیز بودن، این کارمندام اونجا اجازه کار نداشتن. گفتم آقا اون با هم میومد ثابت میکرد، تو برای چی پول دادی؟ حالا یه کاری کردی که تازه خلافه، حالا بدترش میکنی. هر هفته ای ازت و همین هم شد، هر ماه اینا میومدن از این هی پول میگرفتن، این هم هی مجبور میشد. اصلا نباید خیلی وقت جای پول بدی. یه وقتایی شما مثلا یه اتفاقی هم میفته، چراغ قرمز رد میکنین، مشروب خوردین، ماشینتون گرفته، جزاشو بدین. جزا دادن خیلی وقتا من میگم آقا جزاشو بده خیلی برات بهتره، جزاشو میدی درس عبرت هم میشه دیگه اون کارو نمیکنی. ولی اینکه شما پول بدی این اصلا میفته تو سیستم اونا، بعد اگر اون آدم ناتوی باشه این هر روز از شما داره اخاذی میکنه. به رفیقاش هم میگه، دقیقاً به رفیقاش هم میگه آقا ما رفتیم اینجا یارو سلام کردیم هزارش به اون داره. آقا چرا؟ آره بعد یه سری چیزا قوانین رو نمیدونن مردم. آقا مشروب خوردن در مکانهای عمومی در هر جای دنیا جرمه. یعنی جرمه. شما در هر تو فیلم هم اگه بدونی مثلا یه چیزی دورش کشیدن جرمه. حالا یه جایی هست لبسا، ترکیه یکی از کشورهایی بود که آزاد بود، حالا چند وقت قانونشو بوده ولی صفر نمیگرفته. اگر یه پلیسی به شما بخواد گیر بده میتونه گیر بده، نباید مشروب بخوری، یعنی در ملایان به صورت آزاد نباید مشروب بخوری، پشت ماشین نباید مشروب بخوری. اگه زیر سیویلی رد میشی فکر نکن اینجا هر کاری دلت میخواد بکن، در هیچ جای دنیا این اصلا نیست. یا مثلا من دیدم مثلا بعضی از عزیزان اینجا میان کنسرت، میرن کلاب، میرن فلان با بچه. خب آقا این کارو نکنید، مثلا اونجا شما مثلا با بچه میخوای بری بعد سختتونه، صدا زیاده، بعد شما وقتی با بچه میرین مثلا کلاب برمیگردین خب معلومه تاکسی ازتون 1,000 لیر 10,000 لیر میگیره، معمولا کسی با بچه بالا نمیشه برگه. نکنید اینجا دقیقا. اصلا بعضی ها میان اینجا میگن آقا تاکسی، مثلا تاکسی ها از ما خیلی پول گرفتن. خب گوگل مپ بزنید مسیرها رو ببینید، بعد مسیرها اینجا مثلا قیمتاش ثابته، مثلا برای هر کیلومتر الان 13 لیر 14 لیر بکنم میگیرم، ورودی 100 لیره تاکسی. این مثلا یه سری اپلیکیشن ها از اوبر اینا رو مثلا رعایت بکنی تاکسی کمتر کلا میذاره. و با تاکسی ها نشینین سر قیمت کردن بحث کنین، تاکسی میفهمه شما خارجی نیستی، تاکسی متر باید نگاه کنید. آره شما مسیرهایی که کوتاهه اصلا با تاکسی نرید، شبا با خودتون بچه نبرید که بخواییم با تاکسی برگردید. مسیرهای بلند هم قشنگ تاکسی ها مشخصه، 30 کیلومتر میانگین قیمتش مثلا توی اپلیکیشن های اوبر اینا زده، راحت اینا رو استفاده بکنید، حمل و نقل عمومی سعی کنید استفاده بکنید، قشنگ اینا رو بدونید. یه سری چیزا هست خیلی جالبه مثلا تو شهرها اینا مثلا هست عمومیه، اینا رو یاد بگیرید برای خودتون هم خوبه. ولی در کل شما مهاجرت که میکنید اگه همه چیزا همه 1,000 لیر میخرن شما باید در اولش 5,000 لیر بخرید، این قانونه. اولش باید اینقدر زخم بخورید تا یاد بگیرید دیگه. آره رای درو نداره. حالا شایان اینجا خیلی بلد باشید، مگه اینکه ویدیو ها به خود دیروز من کلی پیام داشتم، من حالا اینستاگرام باها گفتم واقعا خیلی عجیبه، اینو واقعا درک نمی کنم. روزانه تقریبا 800 نفر 1,000 نفر به پیام میدن،
بعد زورش میاد فالو بکنه. یه فالو نمیدونه. حالا پول ارتباطی واسه مثلا اینستاگرام واقعا مهم نیست. من فقط خودشم پول ارتباطی میشه مستقیم شمارم نذارم که دوستان عزیزی که ساعت 2 شب زنگ می‌زدن بهم زنگ بزنن. یه حداقل پیام میدن جوابش میدن. آره منم هم مشکل داشتم. این دوستان مثلا هستن میان هی پیام میدن یه دونه از ویدیو رو ندیدن و میان فقط صحبت میکنن. آقا ویدیوها دیتای بیسش همونه، قیمت‌ها یه ذره تغییر می‌کنه، قوانین یه مقدار تغییر می‌کنه. تغییرات زیاد بشه ویدیو می‌سازم واسهتون و توضیح میدم که قضیه اینه. من همچنان کسی رو دارم که دیشب پیام داده بود که می‌خواد بیاد اقامت توریستی اینجا بگیره. همون توریستی با اجاره خونه. یا آقا دیگه آپدیت بشن، 2 سال دیگه حذف شده این قضیه. اصلا اینا حذف شده. بخورن. چه برسه حالا مثلا بخواد اینو توضیح بده. خیلی باحالن کلا. ویدیوها نگاه نمی‌کنم، میام زخم می‌کنم و واقعا حقشونه این دوستانی که اینجوری میان. من واقعا از ته دل میام حقشونه. چون زحمت کشیدیم 400 تا ویدیو تو کاناله. مردهای لاشه این باشی. بعد حالا جدا از اصلا کانال من، خیلی کانالای دیگه هستش که چند تا کانال خیلی خوب هستش. یکی از دوستان هست تو ازمیره، حالا تو استانبول مثل قارش کانال دارن رشد میکنن و من خودم اتفاقا تشویقم کانال بیاد بالا. ولی خب یه سری دوستان فقط کارشون اینه که ویدیو من نگاه میکنن، یه نفر دیگه نگاه میکنن، کپی میکنن، یه ویدیو تولید میکنن. اون کسی که توی بازار نیست، توی جامعه نیست، جرئت نباید بکنه که بیاد در مورد عموم حرف بزنه، در واقع خودش حرف بزنه. میان اینجوری حرف میزنن و مردم به شک میندازن، به اشتباه میندازن. مثلا یه نمونهشو قبل ضبط ویدیو نشون دادم دیگه، یه زن و شوهری هم تو خونه نشستن خاله بازی میکنن، از این بابت پول دارن میگیرن، بجیشون قشنگ رفته بالا، ولی خب هیچ دیتایی ندارن، تو بازار هستن، چه تو خونه جلوی دوربینن. نه من ویدیو کم میسازم ولی حداقل تو جامعه هم دارم میبینم چی بشه. اصلا واقعا همینی که میگه هست. ببینید یه وقتایی یه ده موقعی که اینجا مهاجرت میکنن ما هم داریمشون، یعنی اینجا مثلا میان 3 ماه میان میرن آنلاین شاپ دارن چیز دارن. من اکثر این کارا رو کردم، خیلی کارا رو کردم، خیلیش به موفقیت رسیدم، خیلیش هم دم موقع نسبت به هزینه ای که دارم میکنم. حالا ان شاء الله همتون مهاجر میشید میبینید شایان هم داره موهاش سفید میشه، الان 2 سال اومده من قشنگ همه رو سفید کردم. 2 سال، 4 سال اینجا. خب 4 سال اینجایی، حالا داره یواش یواش سفیدیش میزنه، حالا 4 سال دیگه دیدنه. ببینید کلا وقتی مهاجرت میکنید، اولا اگر بخواید توی اون کشور کار کنید حل بشید و کار انجام بدید، خب یه روند دیگه ای میرید. بعد نمیتونید در حینی که هم زبان اون کشور رو میخواین یاد بگیرین همین که چیز باشین، اصلا وقت نمیکنیم به فارسی صحبت بکنیم. فکر کنم این سوم ویدیو داریم ضبط میکنیم، 2-3 تا برداشت داشتیم، متاسفانه یه بار دوربین رکورد نشد، یه بار دوربین گفت صدا ضبط نشد دیگه. این بار سوم امیدوارم این دیگه واقعا ضبط بشه. میگن تا سه نشه بازی نشه دیگه، این بار سوم زدیم و ببینیم چی میشه دیگه. این فرصت هم پیدا کردیم که با امید مصاحبه داشته باشیم، گفتیم که این فرصت رو از دست ندیم، حداقل این ویدیو رو ضبط بکنیم. و خب این مسائل بود. خب قبل از این بود، بعد از این که تکنولوژی اینا اومد خب خیلی راحت تر شد. من اگه مثلا الان میومدم مهاجرت میکردم خب خیلی چش و گوشم باز بود، خیلی راحت تر بود، قشنگ تحقیق میکردم، تو این لوپ بد حرکتی نمیافتادم که مثلا اقامتم یه طوری بشه که برم یه شهر دیگه یه فلان دیگه، تجربه سختی به دست آوردم. خیلی سخت ما اینجا مثلا کار کردیم، زبانی نبود ما از کسی یاد بگیریم. الان اینستاگرام وا میکنی 100 نفر زبان آموزی زبان ترکی هستن، اون موقع ما کسی نبود که واقعا زبان آموزش ترکی، یه سری کتاب بود استانبولی در سفر که اصلا اونم ناقص بود. بعد مثلا ما میرفتیم بعد اینا اصلا زبانشون فرق داشت شهرهای دیگه، ولی خب اون موقع هم یه حالا خوبیه ای داشت، الان هم یه خوبیه ای داره. ولی در کل ترکیه مجموعه کار و ذهنیتی که مثلا ما داشتیم تو ترکیه زندگی ساختیم، نمیتونیم به کسی توصیه بکنم که بیاد یا نیاد، چون هر کسی باید بیاد خودش امتحان بکنه. در کل خب من ترکیه الان یعنی راضیم، چون الان مثلا من برگردم اون شرایط من فرق میکنه با کسی که 1 ساله اومده 2 ساله اومده. خب شما مثلا خود شما همینطور، شما الان مثلا 3-4 ساله اومدی برگردی ایران، حالا ممکنه تو این 3-4 ساله اتفاق خاصی نیفتاده باشه،
بتونی بری همون پوزیشن قبلی که سر کار بودی بتونی بری سر کار. ولی من موقعی اومدم که مثلا خیلی جا میرفتم کار میکردم، تازه همه منو شناخته بودم و قرار بود مثلا یه سری کارا بهم مؤول بشه که من اونا رو نگرفتم و اومدم تو 20-21 سالگیم بود که خب من اومدم اینور و خب الان من برگردم ایران کسی منو نمیشناسه، یعنی خب آره از نو. خب من مثلا ترکیه دیگه برام مثلا خونه چیزم شده، دومم شده و باید بیمون و خب تقریبا 9 سال 10 سال اینجا زمان زیادیه که مثلا شما آغشته شدی. با این همه حال ترکیه خب یه خوبیایی داره. یک سر خوبیاش اینه که خب شما اینجا نزدیک ایرانه، نزدیک فرهنگ ماست، راحت تری، اینا هم راحت طلبن، زیاد چیز نیستیم، مثلا اخلاقای ایرانی طوری دارن، حالا یه سری خیلی چیزاشون ها مثلا با یه سری آزادیه، آره آزادیهایشون بهتره، چیزا نزدیک ایران خانوادت میتونم برم بیان، تو میتونی بری بیای، اگه اتفاق بیفته مثلا شما یه بلیت میگیری گرونترین بلیت میشه 20 میره مثلا میشه 10,000، میری خودتو به ایران میرسونی، نشد زمینی میری، خب ایناش خوبه، یعنی هر موقع خواستی ایناش خوبه، خانوادت راحت میتونن بیان، یه بلیت میگیرم میان، اصلا مثلا مریض شدم چیز شد اصلا طرف خانواده سری میان اینجا پیشش، بعد با یه مقدار پول کم اینجا میشه زندگی رو گذراند، یعنی اگر من مثلا حالا یه ما کار نکنم میشه گذراند، ولی در کل اقامت خب خیلی مهمه، شما هر جایی بری اینکه اقامت نداشته باشی سخت، درست، و این اقامت خب خیلی، اگر اقامتتون مسئلهش حل بشه اینجا خیلی خوبه. و اینجا برای حالا عموم این شکلیه، برای کسایی که بیزینس دارن که دیگه بهشته، به نظر من بهشت رو کره زمین، درست، مثلا اون آزادیش میگه دیگه، راحت میتونن آزادی ها راحت میتونن پولاشون رو جا به جا بکنن. اینجا برای کسایی که سرمایه های سنگین بالای 500-600,000 دلار دارن میتونن راحت فرارای مالیاتی داشته باشن. ترکیه برای اینجور آدم ها خب خیلی خوبه، ولی برای آدم های معمولی کارمندا، ذهنیت کارمندا نه، خوب نیست. الان مثلا من به این نقطه رسیدم، ترجیح میده که برم مثلا یه کشور دیگه. چرا؟ چون دارم میگم خب اگر من برم یه کشور دیگه 10 سال کار بکنم، 15 سال کارمندی کار بکنم، یه بازنشستگی میتونم ببینم. اما این ذهنیت یه کارمنده. اگر شما ذهنیت بیزینسی داری و بالای 500-600,000 دلار پول داری، ترکیه برات بهشته، چون از اینجا میتونی راحت اکسپورت ایمپورت بکنی، راحت میتونی اینجا بیزینس راه بندازی، راحت اینجا به همه جا دنیا میتونی پولاتو جابجا بکنی، اوکی باشی. اما باید مشاوره های خوبی داشته باشی، باید هزینه کنی برای مشاوره تا مشاوره خوبی داشته باشی برای بحث بیزینسی، چون شما ممکن توی بیزینس خیلی هم پول داشته باشی. من به عملا دیدم یکی از دوستان ما اینجا نزدیک 1,000,000 دلار 2,000,000 دلارش فنا رفت به خاطر یه سری مشاوره های اشتباه و خب دیر رسید به ما، یعنی خوشم بنده خدا اینو گفت و کاشی زودتر تو رو پیدا کرده بودم انقدر مثلا تو سرازیری تخریب نمیرفت. درسته. سوال بعدی اینه که مثلا که یک شخصی مثلا دانشجوه، یا مثلا نه یه بگیم دانشجو نگیم بزنیم که کات نو سوال بعدی سکت بخارم آکی اونم داره خودشون سوال بعدی در مورد اینه که یه شخصی مثلا زیر 100,000 دلار مثلا سرمایه داره، خب میخواد مهاجرت بکنه، به ترکیه مهاجرت کنه خوبه یا به کشور دیگه؟ این به چه صورت؟ چون یه سری اصلا واقعا سرمایه زندگیشون کمه و به فکر مهاجرت هم اولین چیزی خوبه. که میان ترکیه است. خب ترکیه پلن خوبیه واسه شما؟ چیز میه. ببین هر کسی میخواد مهاجرت کنه، یعنی بیاد اینجا زیر 100,000 اون 100,000 دلارشو تو ایران سرمایه بکنه، حالا سرمایه هر چی میدونه، وقتی که سرمایه کرد یه قسمتی شد $12,000 شد بذاره که بتونه مهاجرت بکنه. به نظر من برای دانشجویی اگر فکرش فکر مثلا کارمندیه ایناست، بره اروپا خب خیلی بهتره، بره تحصیل کنه تو اروپا، چون که تو درباره این دانشجویی اینا و به نظر من یه ویدیو بذاریم، چون که دانشجو یعنی دنبال دانش برو،
یعنی شما خط فکری بگیر، کار بگیر که کدوم دانشگاه کدوم خط فکری به شما میده، خط استایلی به شما میده، ایده شما تو دانشگاه پرورونده بشی، نه اینکه بری دانشگاه مثلا تا رفتی یه تو ذهنت یه چیزی بریزن شما دیگه مثلا بشینی مثلا پشت ماشین بری. نه، دانشگاه یعنی یه محیطی بری که بتونی تو اون کانکشن بزنی، کسب و کار پیدا بکنی، زندگی تو از یه لولی برسونی به یه لولی. خب خیلی از کسایی هم که این بیزینسمنای معروف این کارو کردن، مثلا بیل گیتس، مارک زوکربرگ، استیو جابز، اینا توی دانشگاهشون کانکشنای پیدا کردن که به اون چیزا رسیدن، اون درسشون رو تموم نکردن ولی تو اون دانشگاه کانکشن. دانشگاه یعنی این، یعنی اینکه شما دنبال دانش باشه. خب بهترین روش هم اینه که دانشجوی واقعا اقدام بکنی که بری توی کشورهای حالا مثلا آلمان، هلند، اونجا هم سختی خاص خودشو داره، انجام بدی و تو اون زمینه فکری کار بکنی. اما برای ترکیه هم بد نیست، بستگی داره به فکرت، به اون سیستم کاری خودت. بر ترکیه هم بد نیست اگر بخوای استارت بزنی، مثلا یه دوره کوتاهی بیای اینجا، ولی خب به نظر من 3 ماه، شما 2 تا 3 ماه میتونید بیاید اینجا. شما 3 ماه بیای اینجا اصلا از صفر، فکر کن اومدی تازه و میخوای کار پیدا بکنی، شغل پیدا بکنی و بگرد دنبال این کار، دنبال اون کار، زبان اون کشور، چون زبان هم خیلی مهمه. یعنی زبان خیلی مهمه، آیا زبان کشور ترکیه رو بلد بشی برات پوان میشه یا نه؟ این خب خیلی نکته مهمیه. اگر شما بری توی انگلیس مثلا 50,000 دلار هم هزینه کنی توی انگلیس، اما یک آدم دانشجوی انگلیس فارغ التحصیل شده خوب هستی که به انگلیسی میتونی صحبت کنی و کارهای دیگه بکنی، یا نه اینجا بیای مثلا اینجا 20,000 دلار هزینه بکنی ولی خب یه زبان ترکی بلدی، آیا این چقدر به کارت میاد؟ این هم خب خیلی مهمه. یعنی شما توی کشور دیگه بری باید اینا رو هم در نظر بگیری. و در کل اگر کسی بخواد دانشجوی بیاد اینجا، باید ببینیم هدفت برای زندگی چیه. ببینید همه چی برمیگرده به اون پلنی که شما داری. شما اگر میخوای یه 100 طبقه بسازی، باید 100 متر هم زیر زمین گود برداری کنی، پی درست بریزی. اگر میخوای یه طبقه دو طبقه بسازی، در همون حد هم باید انتظار داشته باشی. پلنشون چیه؟ پلنتون اینه کوتاه مدته؟ نه، ترکیه خیلی خوبه، ویزا به قول معروف راحت تر میده، با ایرانی ها مشکلی ندارن، صفایی دیگه نرفتیم. واقعا کشور دیگه اسم ایرانی میاد چیز میاد، اصلا شما رو با عراق اشتباه میگیرن، بعد میگن آقا شما وایسه کنار، یعنی اصلا ما رو یه جور تروریستی میبینن و یه مقدار مثلا هولتون میدن عقب. یعنی اون غربته که میگن غربت به خاطر اینکه شما هول داده میشی به عقب، خاطر این نیست که مثلا وای ما از ایران دوریم فلان، نه ما تو کشور خودمون هم غریبیم بخوایم حسابشو بکنیم. ولی این هول دادن به عقبه اصلا فرق میکنه، مخصوصا کشورهای اروپایی و ترکیه. ترکیه هم مثلا اروپا حساب میشه و ترکیه، چون که اینا مهاجر پذیریشون خیلی کمه. درست. شما نگاه کن مثلا تیم اولمپیکو نگاه کن، شما مثلا نگاه کن چند تا تو این تیمای مثلا اولمپیک، تو تیم آمریکا، کانادا، فلان همه خارجی دیدی، ولی تو تیمای اروپایی و ترکی اصلا یه خارجی هم ندیدی. خب این یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا مهاجر، این همه مهاجر تو ترکیه، مگه میشه تو این 7 8 میلیون مهاجر یه نفرشون ورزشکار نباشه؟ مثلا تو بعضی تیماشون هست، تو بعضی تیماشون هست، ولی مثلا تو تیمای ملی و این که مثلا به خارجی بها بدن که بیاد مثلا پرچم کشورشون رو بگردونه، این یعنی چی؟ یعنی که برای اینا مهم نیست. نه که نه مهمه، آره اینا از خارجی خیلی استفاده میکنن، اموراتشون رو اینه، ولی طولانی مدت، اون هدف طولانی مدت این که برن اختصاصی به چیزا فکر کنن، به مثلا استعدادیابی کنن، مهاجرای خوب، مهاجرای بد، همه اینا رو تو کشورها جدا میکنن، این نیست. اینا رو حتی تو برنامهش داره، ولی خب هنوز چیز نشده. یک ترکواز کارت میداد که کارت فیروزه‌ای اصلا که به نخبه ها و اون کسایی که مدال های مثلا المپیک گرفتن، مدال جهانی گرفتن، مثلا به اونم قرار شده بود بدن که هنوز به کسی داده نشده. اتفاقا چند تا از دوستان اصلا مخترن میخوام بیان اینجا کاراشون رو انجام بدن،
دنبال اون کارتن، ولی خب وقتی تایید نشده نتیجه ندادی، باید کار دیگه انجام بده، مثلا شرکت ثبت کنن. پس من اینو برداشت کردم، کسی که زیر 100,000 دلار سرمایه داره و این که میخواد زندگی کارمندی طور داشته باشه، اروپا بهتره. منم تایید میکنم واقعا درست، ولی اگه کسی بخواد اینجا با یه سرمایه بیاد بیزینس خودش را بندازه، بخواد منبع درآمدی خوبی داشته باشه، یعنی اینجا ترکیه استارت خوبی میتونه باشه. بله، اینجا پایگاه خوبی میتونه راه بیاندازه، همونطوری که توی ترکیه اکسپرسو لب را افتاد. اکسپرسو لب یه مارک ترکه، ولی الان دهیچ داره استارباکس میزنه. استارباکس که از آمریکا اومد، از مرکز چیزا اومد، مرکز استارتاپ های جهان اومد. ریکو ریکو گه نفت دستشوی چیکار میگردی تو دستشوی؟ قربونت برم، بیا پش من بخواب. بیا دانشیار گفتیم، مورد بعد، مورد بعدی که میخوام سوال بکنم در مورد این قضیه فرهنگشونه که به ما نزدیکه و من خیلی رو دارم میبینم، بخاطر همین تفاوت فرهنگ ها و فشار زندگی، اون تنهایی، اون افسردگی بعد مهاجرت از کشورهایی مثل اروپا، سوئد، سوئیس. تو ویدیو قبلا هم البته گفتم اینا رو، ولی خب دارم برمیگردم سمت ترکیه، میخوام بیان اینجا. مثلا شما چه نظری دارید در مورد این؟ به نظرتون همچین دوستانی داشتید که دقیقاً ببین، من خب یه سری دوست داشتم که خب از اینجا رفتن مهاجرت کردن، یه سری هاشون هم از اونور برگشتن. این برمیگرده به همون فرهنگی که من بهتون گفتم که یه سری کشورها فرهنگ پذیری دارن، یه سری کشورها ندارن. ترکیه بین ترکیه یه فرهنگای خب شادی دارن، اینا اکثرا فرهنگشون شاده، کارشون یعنی جون فرهنگی دارن، شاد دارن، تعطیلات دارن، عید نوروز و یه سری چیز مسائلی که ما داریم و اینا یه جورایی قبول دارن. ولی در کل فرهنگ مردم خب مسافرپرداری، مثلا تعارف اینا خیلی کم دارن. ولی حالا یه جاهایی هم مثلا دارن، با اینکه مثلا با خارجه که میرسن مثلا تعارف ندارن، اما توی مثلا عروسیاشون که بریم مثلا مراسم پاتختی دارن، همون مثلا مثلا کارهای مختلفی که هست توی کشور ما اینا هم دارن. و در کل این فرهنگه خب خیلی مهمه. شما وقتی مثلا توی یه کشوری باشی که سرد باشه، مثلا مثلا آلمان که سرد باشه، مثلا اونجا حالا یه ویدیو هم داریم درباره هم پارتنر اینا، مثلا شما تو کشور اروپایی خانومه مثلا پول خودش میده، آقای پول خودش میده و یه سری روابط چیزا دنگی دنگی. حالا این دنگی دنگی مثلا نمونه شه، ولی خب مثلا توی ایران خب یه مرد سالاری مثلا هست، حالا خیلی جلوی اینه، ولی خب اصلا این چیزیه که خب آقا اکثرا مثلا حالا درسته خانوما الان تو این دوره زمانه دارن کمک میکنن، ولی یه سری مسائل مثلا مثل تکیه‌گاه، مثل پولا، یه سری فرهنگه که این نمیدونم چطوری بگم، این باید لمس بشه، واقعا لمس باید، مثل آداب اینکه احترام گذاشتن آقا. ما مثلا مثلا شما هم یه آقا میاد، من مثلا آقا شایان، خانم فلان، سرکار خانم، احترام های این شکلی خب توی فرهنگ های مثلا آمریکایی، توی فرهنگ های مثلا غربی نیست. مثلا احترام به بزرگتر، مثلا تو خانواده الان داریم مثلا فیلم ها رو میبینیم دیگه، شما مثلا فیلم ها رو نگاه بکنی اینا نیست، ولی خب اینجا یه سری فرهنگ ها پذیرفته تر شده، ملموس، نزدیک ایرانه. غذا یعنی یه چیزیه که آقا شما مثلا توی کشورهای میری اصلا غذا نپخته میخورن، چیز میخورن، بعد اینجا نه، اینجا هست، ارزون تره، بهتره، سرویس بهداشتی، دستشویی. یعنی اصلا شما فکر کن بری اروپا، بری آمریکا، من تو سرویس بهداشتی آب نیست، مثلا ما تو ایران شلنگه همه دستشویی هم میشستیم میرون این همه آب، بعد اینجا آب خوب خدا رو شکر بازم زیاده. خیلی جاها هست باور نمیشه، مثلا تو بارسلونا، تو اسپانیا خیلی جاها مثلا میری تو دوش میگیری و سکه بندازی،
آره تو سویتش مانوس سکه بندازه آب میاد. بعد اینجا هم اومدن یه ده مثل خونه ساختن مثل افتون رزیدانس. اینا قشنگ برات بگم دهاز دیوان اینا شما میری پول آب و برق و گاز رو میری شارژ میکنی همینجا تو ترکیه. حالت اروپایی داره، یعنی شما میری 100 لیر میدی میگه آقا من با میزان 100 لیر آب استفاده میکنم، یهو در وسط حموم شارژ تموم میشه. فکر کن وسط حموم شارژ تموم میشه، خب بعد چیکار بکنی؟ خب این خیلی مسئله خیلی مهمیه. بعد مثلا حالا ما توی ایران خیلی، من اینجا اومدم متوجه شدم ما خیلی اسراف میکنیم، همین مثلا چراغا رو روشن میکنیم، درجه بخاری زیاد میکنیم. مثلا خود همین ترکا با اینکه حالا مثلا نزدیک ما اینا این کار نمیکنن، مثلا چراغا همه کم سو چیز. آقا چرا؟ خب هزینه برق زیاده، هزینه گاز زیاده. مثلا تو اروپا بدتره، تو اروپا همه حاضرن با مثلا پتو بشینن این گاز. آره تو آلمان مخصوصا من خیلی دم از سرما مینالن دوستان. میشی شد چی شد دلشون بزنه. مثلا این اینا مسائلیه که خب خیلی مهمه، یعنی یه سری مسائل ریزیه که همینا باعث میشه که شما دچار افسردگی بعد از مهاجرت بشین. چون ما اصلا یه همچین معقوله ای داریم، افسردگی بعد از مهاجرت. و این افسردگی تو بچه هم زیاده. یه زمانی من مترجم بودم در سازمان ملل، خیلی دوستانی بودن که اینا بهشون میخورد، مثلا نوشته ها تغییر میکنه، شهر تغییر میکنه، حس اطمینانتون رو از دست میدین. خب اینا خیلی چیزای مهمیه، ولی خب وقتی که این نزدیکیه هست از نظر ذهنی خب خیلی راحت ترتون میکنه. و خب خیلی از حتی خواننده‌های آمریکایی مثلا خردادیان، شهره، خیلی از خواننده ها اومدن اینجا تو آلانیا یه موقعی چیز گرفتن، یه زمانی بود همشون خونه گرفتن و خیلی هاشون میان اینجا میمونن اصلا. درست. حالا در مورد این که دوستانی که میخوام مثلا مهاجرت بکنن بیان اینجا، در مورد کارشون البته یه دونه ویدیو کامل رو قرار بگیریم واسه اونا، ولی خب یه مختصر بخوایم بگیم اینجا میتونن راحت کار پیدا کنن؟ من بستگی به رزومه‌شون داره، شرایطشون داره، تو چه فکری هستن، چه کاری میخواین انجام بدین. بعد اینکه شما اگه میخواین مهاجرت کنین، یعنی خب میخواین کارخونه زندگی ایران رو ول کنین بیاین اینجا، شما باید بدونید که صفرید، یعنی باید بدونید که صفر، زیر صفر شروع میکنید. انگار یه بچه هستید که 30 ساله متولد میشه، دقیقا اینه یه نوزاده. یعنی وقتی یه نوزاد به دنیا میاد خب مغزش طول میکشه تا شکل بگیره، یعنی به دنیا که میاد مغزش تازه شروع میکنه به شکل گرفتن بیشتر. یه آدمی هم که مهاجرت میکنه همینه. شما فکر میکنیم مثلا خیلی ها میگن ما زبان ترکی بلدیم، میگم بلدیم، میگم کاشارگی بیسی، نمیدونه جوابش چیه. یعنی من خودم الان بعد مثلا درسام یه سری چیزایی اصلا از اصطلاحات خاص، مثلا شما دکتر، الان شما بیا اینجا هر کی به من میگه من ترکیم خیلی خوبه، من ببرم من یه دردی دارم، آقا این مثلا گزگز میکنه این زیر بازوی من، اینو مثلا میتونی شما به زبون ترکی بگی؟ یا مثلا این دست من تیر میکشه، مگه شما میتونی اینو بگی؟ خب این اصلا کلمات مثلا که بعد هزینه درمانی که برات اصلا نگم، هزینه درمانی اینجا خیلی زیاده. اینجا ویزیت دکتر فقط 2000 لیره. هم موقعش هم که کم بود زیاد بود، هم موقعش هم 400-500 لیر بود، حقوق یه کارمند بانک بود 3000 لیر. آره یعنی فکر نکنیم مثلا الان گرون شد، نه الان گرون شد، الان دستمزد هم رفته بالا. فقط فرق الان با قدیم اینه که الان دیگه نمیشه سیف کرد، یعنی هرچی در میاری به میزانه که در میاری خرج میکنه. اگه 1,000,000 دلار هم تو ترکیه الان دریاره، همون 1,000,000 دلار هم خرجش باله دیشه. به نظرتون الان دوستان که مثلا میخوام بیان اینجا، فکر خوبی دارم میکنم واسه اومدن یا نه؟ پیشنهاد میکنی بیان یا نه؟ ببین پیشنهاد نمیتونه، آخه من نمیدونم فکرشون چیه. مثلا من یه دوستی داشتم، ببین مثلا مطلع. مریضی، اگه بخواد مثلا به خاطر مریضی بیاد اینجا، آره خیلی خوب. من یه دوستی داشتم ام اس گرفته بود، بلند شد اومد ترکیه، با همه این گرونیش هم هنوز اینجاست، میگه آقا
خیلی خوبه، اوکی هم. من بهشون پیشنهاد میکنم، ولی باید اینجا یک بیسی برای خودتون داشته باشین. دیگه گذشت اون زمانی که شما 4 سال پیش هم اومدی، خیلی خوب اومدی، ولی تو این 1 ساله اینجا تغییر کرد. اگر میخواید بیایید، حداقل پول 1 سال 2 سال اجاره خونه داشته باشید، یا نه یه خونه حتما اینجا بخرید. بخرن که امنیت دارن دیگه، بزرگترین دغدغه یعنی ببینید امنیت رو داشته باشید. اینجا اگر خونه نداشته باشی، خب اقامت و اینا همه چی به اینا میخوری به مشکل. وقتی اینا میخوری به مشکل، به مراتب رو کار نمیتونی فوکوس کنی، هر پیشنهاد کاری هم که میاد قبول میکنی، بعد از اینجا تنفر پیدا میکنی، متنفر میشی. ولی وقتی که راحت باشی، ریلکس باشی، میری در اینجا، میری در اونجا، 4 تا کار خوب میزنه برای 4 تا شرکت بزرگ ترک، کارت پیشرفت میکنه، پیشرفت میشه. در همه جا دنیا همینه. شما برو آلمان، ولی وقتی که بترسی فردا دیپورت میشی، پس فردا دیپورت میشی، ببخشید دیگه نمیشه کاریش کرد. الست مارکیزی نخور. ریکو گل بود. آره گلو خوردی ریکو؟ گلو خوردی؟ گل خوردی. گل خورد. خب. یه تیکه آخر شد. آره. هر کسی، هر چیزی، هر فکری داره، باید بدونه که اگر قراره یه جای دیگه بری، فکر نکن در بهشته میری. نه، خوبه بیاین. من نمیگم نیایید. اصلا یه بحثی هست که میگن هیچ موقع یه جایی که ناراحتی، حالت بده، حالت خوب نیست، تحمل نکن. خب هیچ موقع جای بدی تحمل نکنی. ولی مهاجرت هم که میکنی، فکر نکنی مثلا اینجا در بهش باز میشه. اینجا باید امنیتتون رو تضمین کنی. اگر اون امنیت مادیه نیست، چیز نیست، اینجا بیان خب خیلی سختیاشو میکشین. آیا سختیاشو قبول میکنید یا نه؟ درسته. حالا البته اون زمانی که شما اومدید یه سری چیزا نبود، مثلا پیجای اینستاگرامی یا یوتیوب و این همه دیتا و خالی دیتا هستش، میتونم دوستان استفاده کنم، ولی خب باید یه خود زمان بذارم من سرچ بکنم دیگه. من مثلا خودم شخصا کلی پیام دارم که ندیده، یعنی هیچ پیام یوتیوب رو ندیده، ویدیوی ندیده، مستقیم دارم چیز مشاوره میخواد، میگه آقا من میخوام بیام ترکیه چیکار کنم. خب این نمیشه که، بعد یه وقتی بزن خودشون نگاه کنن دیگه، نسبت به سلیقه خودشون، شرایط خودشون، شرایط فردی فرق میکنن دیگه. یکی دانشجو بود بیاد، یکی میتونه خونه بخره، یکی میتونه شرکت ثبت کنه. خب اینا باید نگاه کنن دیگه. ببینید شما اگر میخواین بیان مهاجرت بکنید، باید اول این پیجا اینا رو ببینید، بعدن اینکه شما باید یه مبلغی بذارید چرا برای مشاوره. با هر کی میخواین صحبت بکنید ازش مشاوره بخواید، حتی اگر طرف خواست مجانی هم بهتون مشاوره بده، شما یه پولی بزنید به حسابش. چرا؟ به خاطر اینکه اون بهتر بر شما وقت میذاره، زندگی شما آنالیز میکنه، طبق اون به شما مشاوره میده. و به نظر من اگر مثلا 10,000 لیر 20,000 لیر پول مشاوره های مختلف رو بدید، خیلی بهتر از اینه که بیایید 100,000 لیر هزینه کنید، زمانتون بره، چون زمان زندگی خیلی مهمه. چون یه تشبیهی که خیلی ها میکنن مهاجرت رو، میگن آقا یه ارتفاعیه که شما میپری، اگر خیلی هم اوکی باشی و این ارتفاع رو بپری، بازم پات مو برمیداره، بازم یه آسیبی میبینی. حالا ممکنه این آسیب روحی باشه، و خب وقتی که مادی هم باشه دیگه سخت میشه برگردوند. چون الان تو این دور زمونه، یعنی تو این سیستمی که هست، تو این دور زمونه ای که از ایران آمریکاش فرق نمیکنه، شما هزینه اگر از کفتون بره خیلی طول میکشه تا برگرده. اینا هم در نظر بگیرید، ولی مشاوره بدید، مشاوره به آدم، با آدمای مختلف مشاوره صحبت کنید، ازشون بخواید براتون وقت بذارن، بهشون بگین آقا ما بهتون هزینه میدیم، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارین، همه سوالات ریزو بپرسین، بعد خودتونم سفر بیاید ترکیه. ولی نه اینطوری مثلا با تور بیاید، نه، شما بیاید مثلا یک ماه بیاید اینجا، برید به چشم کار نگاه کنید، به چشم دیدار نگاه کنید، به چشم اینکه آقا مثلا برم همخونه یه نفر بشم، یه سری اپلیکیشن هست،
میتونید این کار بکنید، میرید همخونه یه نفر میشید، یه هزینه به اون میدید، بعد یک ماه برید ببینید میتونید برید سر کار چارجا، برید برامون مصاحبه ببینید چی بهتون میگن، چه چیزایی بهتون میگن، اینطوری تصمیم نهاییتون رو بگیرید. و مشاوره و تحقیق خیلی مهمه، این فیلم‌ها رو ببینید، ببینید مثلا کسایی که خیلی خوب توضیح میدن، همه چی مشخصا میگن، نمیگن اینو بنویس تا بهت کامنت بدن. بعضی از این پیجا توی حالا مثلا که توی استانبول و اینا رو تبلیغ میکنن، یه سری این پیجا دارن فقط مثلا کنسرت میذارن، خونه میذارن، فضای شهر رو میذارن، اون افرادی که اون کار رو دارن میکنن اونو به یه امنیت شغلی رسیدن، به یه امنیت مادی رسیدن، بعدش هیچ موقع نشون نمیدن. ولی شما وقتی مشاوره میگیرین، سختی های خود همون مشاوره، سختی خود همون آدمه رو که میبینی، اون طرف میگه شاید اصلا منصرف بشی، شاید هم اصلا زمین کاری تو تغییر بدی. دقیقا من خودم اصلا چند تا از دوستان بودن اومدن حتی اینکه برگشتن گفتن نه اینکه به درد ما نمیخوره، یه ذره گشتن واسه اجاره خونه، تازه مراحل دن داستان داره، گفتن نمیخواد اینکه به درد ما نمیخوره. حالا اون آدمی که اینقدر کم کم چی میگن حوصله، آره کم حوصله است، کم میتونه تحمل بکنه، آسانی صبرش خیلی کمه، اما اینجا نمونه واقعا به نفعشه، چون آسیب میبینه دیگه. همه جا ببین شما مثلا اینجا اگر بیان حداقل با رزومتون با کارتون اینور آشنا پیدا کنید، یه کار ممکنه تو سطح خودتون پیدا کنید، ولی کشورهای دیگه شما، من دوستام رفتن دیگه، ما دوستی داشتیم اونجا دکترا خونده بود، پزشک بود، پزشک عمومی بود، رفته مثلا الان توی کانادا شده مثلا فروشنده. یکی دیگه دوستام داره مثلا تو مکدونالد کار میکنه، کارش چیه؟ کارش اینه که مثلا ظرفا رو میشوره، گارسونی میکنه، این کار رو داره میکنه. حالا این طرف مهندس بود، آدم خیلی هم درستی بود، ولی میگم یعنی اینطوری میشین تو مهاجرت و یه چیز طبیعیه تا به اون لول برسین، چون شما رو هیچ کس نمیشناسه، چون مردم نمیدونن که شما کی هستین، هر چقدر هم خوب باشین بک‌گراندتون عین یه ویدیو بیرون نیست، یعنی شما هر چقدر هم سی وی نشون بده، اون سی وی منم میتونم الان جعل کنم، شما آقا سی وی بیل گیتس هم میتونید جعل بکنی و میتونید بگید آقا من اینقدر آدم های کلا بردارم زیاد شدن که دیگه کسی اصلا چیز نمیکنه. بعد اینقدر آدم های زیاد شدن، مشکلات روانی چیزایی هست که مثلا طرف میاد اینجا مثلا آزار و اذیت به بچه ها میکنه، مثلا یه سری آدم ها هستن، مثلا اون طرف اومده از کشورهای مختلف، مثلا طرف عصبانیه، یه سری چیزایی هست که طرف که آدما دنبال این نیستن که برای خودشون سردرد درست بکنن، دنبال این چیزا نیستن، واسه همین دنبال آدمای دونسته میگردن. پس شما فکر نکنید مثلا شما توی ایران همه دوستتون دارن، تک فرزند خانواده این، مثلا یه نفر اومده و میگه من تو ایران یه نگاه میکنم همه عاشقم هم میشن. خب بعد اینجا آدم حسابش نمیکردم، مثلا آقا مثلا نمیذارن من حرف بزنم، گفتم آخه برای چی باید بزنم توی که ترکیت خوب نیست بزنن این حرف بزنی، آره دیگه بسرش سمون خودم اگه این نفع بیاد فارسی تو دو صرف بزنی باش وقت نمیذاره، این بزنی دقیقا. و ببینید اینا و ما ایرانی ها خودمون فقط تاریخ خودمون رو میدونیم، هیچ کس تاریخ ما رو نمیدونه و کسی هم اصلا دوست نداره تاریخ ما رو بدونه. مثل این میمونه که من به شما میگم آقا منو میبینی قهرمان المپیک بودم، قهرمان شنا بودم، منو میبینی، من خب آقا به تو به من چه باش، چرا باید هی بگیم مثلا ما 3000 سال 5000 سال تاریخ داریم؟ این برای خیلی از مردم دنیا، من اینو دیدم و الان دیدم، برای خیلی از مردم دنیا اسم کوروش که میاد، اسم ایرانی که میاد، تن و بدنشون هم میلرزه، چون ما تو تاریخمون یه عده آدم داشتیم که ایران گشایش میکردن، امپراتوری ایران یه سری از زمینهاش به زور تصرف شده، مثل زمان نادرشاه افشار، و اینا جنگ کردن، خب خون و خون ریزی کردن، یه عده هم نمیخواستن زیر امپراتوری ایران باشن و یه عده واقعا خوششون نمیاد، یعنی تا میگه ایرانی خاک باش چیکارت کنم. ولی ما نه، ما مثلا میگیم تاریخ ما اینه، ما ایرانی تو این فقط بر خودتونه، یعنی اینو در نظر بگیرید که اینجا اومدید صفر مطلقید، روز 10 دفعه میتونی تو آینه به خودت بگی تو هیچی نیستی،
اگر میتونی اینو به خودت بگی میتونی بیا اینجا از زیر 0-0 شروع بکنی. دقیقاً. نه هر چی بوده اصلا تاریخ و فلان چیزا رو بذاریم کنار، اصلا اینکه من ایرانی، من بالاتر، من ترکیه رو من آباد کردم با پول ایران ساختم، اینا رو بذاریم کنار، اصلا اینجا جواب نمیده. اگه میخواید روش بکنید باید یه خورده اون فضای ذهنیتون رو خالی بکنید، گنجایش داشته باشه واسه چیزای جدید، بعد بیاید یه کشور مهاجرت کنید. این واسه ترکیه فقط نیست، هر کشور دیگه بخواید برید باید حتما این نکات در نظر بگیرید. حالا ویدیو رو تایمش بیشتر نکنیم، توی یه ویدیو دیگه در مورد کار پیدا کردن و شرایط کاری توی ترکیه یه صحبت میکنیم، ویدیو میگیریم، یه چند تا ویدیو دیگه هم میگیریم، حالا سورپرایز بشه واسه دوستان، تو اونم توضیحات دیگه میدیم. نکته چیزی میمونه بخوای؟ نه در کل اینجا هم خوبیای داره هم بدیای داره. خوبیاشو گفتیم، اینجا یه منهتن کوچیکه مخصوصا استانبول، ولی شلوغه. یکی از خوبیاش اینه که حالا همه میگن بده ولی من میگم خیلی خوبه، اینا قانون رو سفتر گرفتن. قبلا اینجا اثر انگوش نمیگرفتن، چیز نمیگرفتن، هر که هر جوری دلش میخواست میومد. بعد میومدن بدهکاری بانکی همه کارهای خلاف میکردن، میرفتن تو ایران پاسپورت عوض میکردن دوباره به یه نام دیگه میومدن. همه اینا داره جلوش گرفته میشه، قانونشون داره سفتر میشه. این نیست که قانون رو عوض میکنن، نه، قانون رو دارن سفتر میکنن که این پروسه اقامت درست‌تر باشه، راست و درست‌تر باشه. این یکی از چیزهای خوبشون اتفاقا. دیگه اینطوری نیست که هر کسی دلش بخواد بیاد بره، دارن اینو درستش میکنن. چارچوب میذارن و خب اینا همه کشورها هم گذاشتن. الان مثلا اینجا بازم به ما ویزا میده، 3 ماه ما میتونیم بیایم. ولی شما کشورهای اروپایی یه ویزای شنگن، یه ویزای توریستی که میخوای بگیری، من چون بعدم میام خیلی وقتا میزنم تو سر ترکیه، بابا اینا هرچی باشن خب به ما 3 ماه ورود میدن، با ما میسازن، هیچ مشکلی نیست. حالا درسته یه سری اتفاقات میفته، ولی شما یه توریستی میخوای بری اروپا، میخوای پول هزینه بکنی اروپا، خونه ازت میخوان، ال ازت میخوان، فلان میخوان، آدم حسابت نمیکنن، تو صف میذارنت باشه، وقت سفارت میگن 2 روز دیگه بده، خوششون بیاد میدن، خوششون نیاد نمیدن، همه جا پدرت در میارن به خاطر یه ویزا توریستی. اینجا دقیقا داره به ما حال میده، 3 ماه میزنی میای اشغال تو. دقیقا. بیشتر ایرانی هم که این فصل هم که ایران بوده، اینجا بودن دیگه، ترکیه بودن، استانبول اینا. پس صحبتی چیز نمونه. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو هم با ما بودید. اگه سوالی چیز داشتید زیر کامنت ها بنویسید، یعنی توی کامنت ها بنویسید، حتما جواب میدیم بهتون. اگه از ویدیو راضی بودید یه لایک بذارید، اگه کانال هم سابسکرایب کنید. باتون میان داره تمام میشه، کلا چند بار ضبط کردیم دیگه، یه خستگی واسه اونه. امیدوارم حالا ویدیوی بعدی پر انرژی تر واسه تون ضبط بکنیم و ویدیوی کاربردی تر. حتی این ویدیو هم کاربردیه، بالاخره نظراتیه که از زبان کسی میشنوید که چند سال بالاخره تو ترکیه بوده، حالا بیشتر از دوستان دیگه که باشون مصاحبه کردم. امیدوارم دوست داشته باشید. لایک کامنت زنگوله یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ. خدا حافظ.